و به عموم آلودگی و افزایش غلظت آلاینده ها مدارس ابتدایی، پیشدبستانی و مغزهای کودک را امروز. اون بابام خیاطی اینا میکردی نه؟ بعضی وقتا میمدم کمک بابا، الان دیگه کارم اینه. پنجشنبه ای داشتم درو می‌بستم که برم، یو از پشت سر صدام کرد. خب بعد چی گفت بگو؟ چی خیلی راحت گفتش که من دوست دارم ببینم تو اینا، البته اگه تو دوست داری. دیر قشنگی داره اینجا. آره، همه شهر پیداست. دوداش که خوب پیداست. بله. تهران دودی. خدای نمی میری بیرون برات خوب نیستا. ببین هی هم دارن میگن. پیاده که نمیرن. با آژانس میرن. اونجا هم همه تو خونه این دیگه. خب نذار بره بیرون تو این هوا. چیکار کنم؟ زورش زیاده قربونش برم. خب ما تو رو خورا اگه چیزی شده به من بگو. حمله تنفسی کرده. ریه ای مهین خانم چند تا آرزه با هم داره. یعنی عملا ناقصه. درد داری؟ باید زندگیشو برداره بره یه جایی که هوا تمیز باشه. به هر حال شما باید برین شمال. دکترم گفته شرایطو بهتون دیگه. تهرانم خدافظ برای همیشه. چون اگر تهران بمونه یعنی مرگ. مرگ متاسفانه و خیلی هم جدیه. پاشین دوتایی با هم برین شمال راحت زندگی کنید. آخه نیلوفر. خب نه میاد با شما. چرا خودم نمیپرسی؟ من خودم آدم زندم، نه صغیرم نه دیوونم. من دو هفته میرم، شما یه هفته برید. ولی برید. خدا نکنه بیفته بمیره. خودت هم میدونی که بیشتر از همه این شما زندگی منه. تا الان هم همه چیمو پاش گذاشتم. اما الان که حرف از سهم میزنی، شما هم اندازه سهمتون مسئولیتشو قبول کنین دیگه. من 10 روز میرم، تو 10 روز برو، هما هم 10 روز. هم تو یه بند زر میزنی ها. با من درست حرف. درست حرف نمیزنم، برای که داری زر میزنی. حرف تو بزن ببینم چی میخوای بگی. حرف تو بزن. سخته به آدم بگن چیکار بکن چیکار نکن، نه؟ خب که چی؟ شما هم لطفاً این کارو برای من نکنی. هنوز انقدر بدبخت نشدم که تو یه وجبی برام تصمیم بگیری. منم همینطور. سعید، تو هیچ وقت فکر میکنی از تهران بری یه جای دیگه زندگی کنی؟ شاید باورت نشه. من دلم واسه همین دود تهرانم تنگ میشه. پس این روزا حسابی دلت باز شده ها؟ ریام که میدونم شده.